بهتون روش مسواک زدن رو یاد بدم. خب برای اینکه ما بخوایم دندونامون رو مسواک بکنیم باید یاد بگیم چجوری دندونامون رو مسواک بزنیم. چهار تا روش داریم. روش اول چیه؟ مسواک زدن دندانهای بالا. از بالا به طرف پایین مسواک رو حرکت میدیم. از کجا؟ از بالا به پایین. پس برای اینکه بخوایم دندانهای بالا را مسواک بزنیم چجوری مسواک رو حرکت میدیم؟ مسواک از بالا به طرف بعد میگیم روش دوم. روش دوم مسواک زدن دندانهای پایینه. مسواک از طرف پایین به طرف بالا حرکت میدیم. چجوری؟ از پایین به بالا. از پایین به بالا. دو تا روش این بود. روش سوم مسواک زدن سطح جونده. روش سوم چیه؟ مسواک زدن سطح جونده. 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 ب. دو. رمبر. آ. ب. چی خونده میشه؟ آ. ب. 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 این تنها کودک افغان نیست که بدون الف با زندگی می کند. او لااقل این شانس را دارد که پشت در کلاسی در روستای مرزی ایران و افغانستان بنشیند و از الف بایی که در فضا منتشر می شود بیاموزد. با آنکه افغانستان صاحب فرهنگ دیرینه است، اما در دو دهه گذشته به دلیل گرسنگی و آوارگی ناشی از خوش سالی و جنگ، کودکان افغان
فرصت و یا اجازه آموختن را نداشتند. حتی قبل از حکومت طالبان نیز 95% دختران و 80% پسران افغان به مدرسه نمی رفتند. در دوره حکومت طالبان کلیه مدارس عمومی داخل افغانستان تعطیل شد و از 3 میلیون آواره افغان که مدت 20 سال در ایران زندگی کردند تنها تعداد بسیار کمی توانستند وارد مدارس ایرانی شوند و بسیاری از آنها در اشتیاق آموختن پشت در مدارس ماندند. اینجا افغانستان نیست، اینجا ایران است. 800 کیلومتر مرز مشترک بین ایران و افغانستان باعث شده تا در سالهای ناامنی و خوشسالی 3 میلیون آواره افغان که بیشتر دامدار بودند از طریق مرزهای زمینی وارد ایران شوند. در سال 1980 جامعه افغان 20 میلیون تخمین زده شد. از این 20 میلیون 2.5 میلیون نفر به دلیل جنگ و گرسنگی مردند و 7 میلیون آواره شدند. هرچه هست در 20 سال گذشته 50% جامعه افغان سرزمین افغانستان را به سوی کشورهای دیگر و یا به سوی دیار مرگ ترک کردند. کودکان این 7 میلیون آواره افغان به دلیل آنکه بدون مجوز قانونی وارد کشورهای همسایه شده اند از ورود به مدارس عمومی منع شده اند. مدرسه میری؟ نه. چرا؟ اینجا مدرسه اینیه، ما کارشناس نداره، فقط درس دینی میخونی اینجا. کجا درس دینی میخونی؟ این مسجده. بیا برو نشونم بده. بیا چی داری میخونی؟ قرآن. قرآن کی نوشته؟ کی؟ خدا. خدا چیه؟ خدا شبیه کیه؟ آدم. آدم؟ خدا؟ قرآن. خدا چیه؟ الله.
خدا چیه؟ خدا چیه؟ جانم؟ اسم چیه؟ چی داری میخونی؟ چی میخونی؟ چی داری میخونی الان؟ قرآن کی نوشته؟ قرآن خدا. خدا کیه؟ خدا آفریده. خدا شبیه کیه؟ خدا چیه؟ خدا رو دوست داری؟ بله. چیه که دوستش داری؟ چیه؟ مسلمان. چی میخونی شما؟ چی داری میخونی؟ قرآن؟ قرآن کی نوشته؟ قرآن کی نوشته؟ خدا چیه؟ خدا دانا و توانا است، برای ما هرچی بخواد میده و دشمنان ما را نابود کنه و مسلمانان ما را پیروز کنه. خدا چیه؟ کی این کتابو نوشته؟ خدا. خدا کجا؟ آسمان. چیه تو آسمان؟ ابر. ابر. ابر باران. دا بوری کلی دا ملک لور می پاگو تر کی ولی دلا دا راس پشانا پچین کو کس پینا سپینا اگڑا بی دلا دا بوری کلی دا ملک لور می پاگو تر کی ولی دلا دا راس پشانا پچین کو کس پینا سپینا ابر خی دلا. کجایی هستی؟ از جای کندوز هستیم. ایرانی هستی یا افغانی؟ افغانی. اسم چیه؟ ویشا. مدرسه میری؟ نه. چرا؟ سواد ندارم. دوست داری بری مدرسه؟ نه. کجایی هستی تو؟ ایرانی هستی یا افغانی؟ افغانی. روزا چی کار میکنی؟ بچه ها مدرسه میری؟ نه یک زرد پیمه رو تو در سال 2000 سازمان یونیسف کوشید با کمک نهضت سوادآموزی ایران و با استفاده از افراد بومی با سواد افغان کلاس‌هایی را جهت آموزش الفبا برای تعداد 8000 نفر از کودکانی که علارغم داشتن کارت اقامت به مدرسه نمی رفتند ایجاد کند. خب مبارک باشه. سلامت.
شما خودتون چند کلاس سواد دارین؟ من چهار. کجا خوندین؟ مشهد. خب قراره که چی کار کنید؟ الان قراره که خدا خواسته باشه اول خدا پایین خدا شما بعد یک کلاس اینجا میخواد باز بشه دیگه بچه رو دست. خب بچه ها مال کدوم کشورن؟ مثلا افغانستان. از اینجا که زاهدن. خب الان زاهدانن ولی افغانی هستن. خب چند نفر تو هر کلاس میان؟ تقریبا شاید بچه ها 15 نفر بشن، دختر ها 10 نفر بشن، یا مثلا بچه ها 10 نفر بشن، دختر ها 15 نفر بشن. خب کدوم اتاق میخواین درسشون بدین؟ همین اتاق خودم. میرید نشون بدین؟ بفرمید به ما نشون بدین. این اتاق هم روشن بست روشن کنم. شما خودت مدرسه میری؟ بله. این پسر شماست؟ نه خیر، من پسر یک کوچولو دارم 2 سالشه، یک دختری دارم 5 سالشه. امو جان شما مدرسه میری؟ نه. بله. شما میری؟ کجا میری؟ ها همش میرم. بچه همم میرم. آها میاید، یعنی مدرسه بازشه میاید؟ میام. اینا بزغاله ها مدرسه نمیرن؟ نه. ولی بر رو یاد گرفتن مدرسه نرفتن. بچه ها براتون مدرسه باز شد، میدونید کجا باید اسم بنویسید؟ اول آب چی بود؟ یه دوبه. دست دوبه. خب دست چپ بالا. خب سر کشی بری. چه سر داری؟ سه. آرد و اونجا؟ برای درس نشستن. خان درس بخونن سواد یاد بگیرن. اینها ما اینجا مشکل داریم، اون عده‌ای که سنشون از 10 سال به بالا هست و همچنین بالاخره کارت شناسایی چیزی دارن، اونها میتونن رسما در کلاس شرکت بکنن. و اون عده‌ای که از سنشون از 10 سال به پایین هست نمیتونن در کلاس شرکت کنن، لذا به صورت مستمع آزاد پشت سر تعداد زیاد پشت سر قرار گرفتن و اونها فقط گوش میکنن و استفاده میکنن، ولی جز شاگردان رسمی نمیتونن باشن. و ایده هم که در اون قسمت میبینید نشستن که اونها از مستمع آزاد هم درجهشون به اصطلاح پایین تره که از دور تماشا میکنن. نمیری؟ نه کار
با افغانستان جنگه؟ آره. چرا؟ کی با کی می جنگه؟ آمریکا با طالبان می جنگه. تو آمریکا رو دوست داری؟ آره. نه. طالبان رو دوست داری؟ نه. کی رو دوست داری؟ من. کی رو دوست داری؟ نداری بری مدرسه؟ آره. تو افغانستان چیکار میکردی؟ تو افغانستان آب میاد خوشحالی بود، آب نداشت و نون نداشت. یا خودشون اومدن امروز مدرسه؟ مازما. روز چندم اومدین مدرسه؟ اول. کی مجبورتون کرد بیای؟ خودمون. خب اگه تو افغانستان بودین میرفتین مدرسه؟ نه. چرا؟ جنگ. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. امروز چندم کلاساتون؟ روز اول کلاساتون هست. بچه‌ها چرا بیرون کلاسه؟ به خاطر یک ازدحام جمعیت کلاس، اینا تو کلاس جا نشدن، به خاطر همین بیرون باز شدن. دخترم اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسمتون چیه شما؟ شما که اسمتو نمیگی چجوری اومدی مدرسه؟ خب اگه من اسمم بگم مادر ما ببینه ما رو دعوا میکنه. میشه خواهش کنم اینا بیان تو کلاس خانم؟ بشینن سر کلاس. همه بشینن فقط شما بیست. شما ها شما بشینید، بشینید شما فقط بیست. شما هم بشین دخترا. بشین. خب اسمتون چیه شما؟ اگر اومدی اسمتو مدرسه بنویسی چرا اسمتو نمیگی؟ خب شما اینا میرین تو تلویزیون پخش میکنی. حالا اگه اسمتو تلویزیون پخش شه چی میشه؟ خب گناه میشه. چرا گناه میشه؟ چون که تمام مردم ها رو میبینه. اگر اسم تو بگی مردم تو رو میبینن؟ اسم تو بگی مادر مگر خدای سمیرا. اسمت سمیرا؟ خیلی خوب. سمیرای چی؟ سمیرای ازبک. فامیلیت ازبکه یا قومت ازبکه؟ برای چی اومدی حالا؟ برای درس خوندن. خب چه درسی دوست داری یاد بگیری؟ نوشتن، خوندن. برای چی؟ برای چی میخوای یاد بگیری؟ شما دخترها، شما دوتا بلنشین ببینم. شما اسمتون چیه؟
شما اسمتون چیه؟ اگه نایمدین اسمتون رو بنویسین؟ خیلی خب، برید بشینید وسط شاگردها. خب شما اسمت چیه؟ خانم چند سالته؟ من 11 سالم. 11 سالته؟ چرا اسمتو نمیگی همونجا؟ باگه بگم پخش نمیکنه تلویزیون. خب نگو، چون پخش میکنه. نمیگم. خب آید، بنا پیرم آمده تو رو خودم این حقم کسان رو خودش میبینم. میگه از من پیلیم نگیر. اومدی مدرسه چی یاد بگیری دخترم؟ اومدم درس یاد بگیری. خب دوستت برای چی اومده مدرسه؟ یه هم اومده درس یاد بگیره. درس یاد بگیره؟ بله. خیلی خب، چه درسی دوست داره یاد بگیره؟ درس همین سواد. خیلی باش. شاه بی بی ازبک حاضر. ماه بی بی ازبک حاضر. راهل ازبک حاضر. رابعه ازبک حاضر. پریگل ازبک حاضر. فاطمه ازبک حاضر. سکینه ازبک حاضر. رابعه ازبک، زلفیه ازبک حاضر. این شکل چیه که اینجا میبینی؟ آب. آفرین. از آب چه استفاده هایی میکنیم؟ آب برای شما بگو بیم مرضیه؟ چای درست میکنیم. آفرین. شما بگو بگم. آب میخوریم. آفرین. دیگه چه استفاده هایی میکنیم از آب؟ توی غذا میریزیم. آفرین. دیگه چه میکنیم؟ آفرین. دیگه بگو شما دخترم چی؟ از آب چه استفاده میکنیم؟ خودمونم میشیم. آفرین. سمیر جان، دختر خوبم، رو تو باز کن تا بتونی قشنگ بنویسی. من نوشتم. نوشتی؟ آره. دفترت باز کن ببینم. خب برای چی رو تو گرفتی؟ خب من الان پای تختی دارم درس میدم که خوب نمیبینی که. ببین دوستای دیگه تو روشون نگرفتن. اینجوری که چادرتو گرفتی جلو دختر خوبم، خب نمیتونی قشنگ ببینی که. میتونم ببینم. نه عزیزم. میبینم. گناه داره صورتم رو باز کنم. برای چی گناه داره؟ ما که دوستای شما هستیم که. گناه داره باز کنم صورتم رو. کی گفته گناه میشه؟ مولا اومد. دیگه چی گفته؟ دیگه چی گفته؟ پیغمبر ما یه صندوق بزرگ ساخته بود، توش زنش رو میذاشت، اما اگه دلش خواست میرفت اونا بو میکرد، باز میرفت بیرون، اصلا نمیذاشت بره کوچه یا از اینا. وقتی که حجاب شما عزیز من کامل باشه، احتیاجی نیست که شما روتو بپوشونی که گناه میشه. حالا من میخوام که دختر خوبم سمیرا بیاد پای تخته، کلمه آب رو که امروز بهتون درس دادم صداهاشو بکشه و روی تخته برای ما بنویسه. سمیرا جان بیا دخترم. حالا که با استفاده آب آشنا شدید، با صدای آب هم چی آشنا میخواییم بشیم. رو به دوستاد واسطا صدای آب رو بکش. آب. خب صدای اولش چیه؟ آب. صدای دومش چیه؟ بیر. بیر نشونم بده باز انگشتت. نه بیر. نه ببین صدای اول چی بود؟ آب. صدای دوم چی بود؟ بیر. بیر نشون بده، با انگشتت ببر بالا. ده. اون که فقط یه فقط یه بله آب. ده. نه عزیزه من از اول بگو. آب. ده. چند تا صدا داره؟ دوتا. دوتا. صدای اولش چیه؟ آیه چی؟ آیه اول. صدای دومش چیه؟ آیه دوم. صدای دوم آب چیه؟ ده.
شما هم دخترم صدای آب رو بکش. بله آب. آفرین. آب چند تا صدا داره؟ دوتا. صدای اولیش چیه؟ آ. صدای دومش چیه؟ ب. آفرین. خب شما دخترم صدای آب رو بکش. صدای آب رو بکش. آب. با انگشتا. آب. آفرین. شما هم بکش. آب. چند تا صدا داره؟ دوتا. دوتا. صدای اولش چیه؟ آ. صدای دومش چیه؟ آب. آب. صدای اول چیه؟ آب. صدای اول آب. خیلی اشکال داره. آفرین. خانم جزه آمدی شما دخترم. خیلی خوب. شما عزیزم بلند شو بیا. کاسه رو ازش بگی. پایین پایین. نه پایین بگی. پایین تر بگی. آها حالا بریز. آفرین. خب بچه ها توی این کاسه چی دارید؟ آب. آفرین. خب دخترم حالا میدونی ما از آب چه استفاده هایی میکنیم؟ از آب لباسمون، از آب استفاده میکنیم، لباسمون میشوریم، غذا درست میکنیم، خودمون هم میشوریم. آفرین. خب شما دستتو بگیر، دوستت آب میریزه، شما صورتتو بشور. آفرین. خب شما دخترم روی دست دوستت آب بریز تا اون صورتشو بشوره. بشین این آب میریزه، شما صورتتو بشور. بزن بالا آله. بشین. خب براش آب بریز تا صورتشو بشوره. حالا شما کوزه رو از دوستت بگی دخترم. آره شما کوزه رو از دوستت بگی. حالا آب بریز تا این دوستت صورتشو بشوره. شما حالا صورتتو بشور. چرا نمیشوری؟ چون که نمیخوام جلوی اینا صورتمو باز کنم. خب اینا که دوستات هستن. خب باشن. چیه این که بخوار من نیست، برادر خوارم من نیست که بیام صورتمو پیش اینا باز کنم و بشورم، چون که گناهه. جای میشوریم که تنها باشیم، هیچ کس پیشمون نباشه. اگه یه جایی که صورتمون رو بشوریم کسی مرد یه کسی پیشمون باشه، آدم خجالت میکشه، هم گناه میشه. چرا؟ ملامت. چرا گناه میشه؟ چون که وقتی که زنش یه صندوق بزرگ داشته اما خودش توش نمیرفته، اما زنش توش میذاشته. چون که اگه خوشش میومده میرفته از اون صندوق، در صندوق رو باز میکرده، بو میکرده، باز میرفته، اصلا نمیذاشته زنش بیاد بیرون. شما هم حاضر این کار رو بکنی؟ آره حاضرم تو صندوق برم، اما صورتم رو جلوی مرد باز نکنم. زنهای افغانستان الان که اونجا جنگ، الان صورتاشون رو پوشوندن. جنگ نیستم صورتشون رو پوشونه، چون که دیگه اگه نامحرم ببینه اون دنیا خیلی بده، آدم عذاب میده. باز آدم عذاب میده، چون که آدم اگه یکی ببینه باز یکی نبینه میگه من به صورتمو به هیچ کس نشون ندادم، اما خدا میدونه که همش دروغه، صورتشو نشون داده، اما من نمیخوام اینجا صورتمو نشون بده. وقتی که تو افغانستان عشق نباشه من برم از نونبای نون بگیرم، همون وقتم صورتمو میشورم. اگه هیچ کس نباشه که خدا هست، خدا ما رو میبینه اون دنیا، باز ما رو اون دنیا عذاب میده. نباید صورتتون رو باز کنین. ما وقتی که غم خشای خودمون میاد، اگه یکم اگه اونا رو نشناتیم صورتمون رو باز نمیکنیم. حتی اگه پیش زنا باز کنیم، اما اگه خاله هامون عمه‌هامون باشه باز میکنیم، اما روی صورت پیش مردا باز نمی کنیم، چون که خجالت میکشیم. اینا گناهه. خب دخترم اگر بخوای توی کلاس بشینی باید صورتت باز باشه تا قشنگ یاد بگیری درست رو. اگرم دوست نداری برو بیرون. بچه صدای آب رو
با هم دیگه میکشیم. آبه 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 آبه. آفرین. چند تا صدا دار؟ دو تا. صدای اولش چی بود؟ آب. صدای دوم؟ ب. آفرین. خب آبه 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 من روی دستت آب میریزم تا هم در صورت بشور نمیشوره. واسه چی؟ چون که گناهه. من مگه من همه اگه یکی اگه تو سر لخ باشه باید منم لخ کنم. نه مگه من گفتم لخ کن. خوب دیگه بعد بریم سمیرا. نه چرا مگه گناه؟ خوب گناه مگه من میگم گناه نیست. خوب گناه باشه تو گناه کن. من دلم نمیخواد گناه کنه. خب نماز بخون، توبه بکن، خیرات بده، خدا از گناهت میگذره. نه دیگه بری. نه سمیرا، تو دوست نمیدی که سر کلاس؟ دوست دارم برم، اما خب پیش اگه دوست داری بریم اینجا کلاس نه، بره. اونجا نامحرمه، وقتی که آدم با اگه بره اونجا باید صورت شو بپوشون. خب شما میاید تو کلاس، چه صورت لخت میکنی؟ تو کلاس که میاید؟ چون که اونجا نامحرم نیست، اما بزر اگه نامحرم باشه صورتشو لخ کنیم خیلی بده. من وقت من که پدر داشتم پدرم ملا بود، الان که ندارم. چون که ملا به احترام پدرم اما صورتم رو باز میکنم جلوی غریبه ها. پدر کجای؟ مرده. مرده؟ آره. خیلی خوب تو بگو، تو میفهمی قبر پدر؟ برو سر مزارش بگو تو بکن بگو بابا یه اشتباهی است. بابا بگو یه اشتباه کرده. من خدام تو رو میدسته. قبر بابام که اینجا نیست، برم تو بکنم تا افغانستانی چطوره برم اونجا؟ الان که اونجا جنگه، اگه اونجا ببین الان بمبارونه، الان زنها صورتاشون رو باز نمی کنن چون که گناهه. الان زنها میمیرن صورتاشون رو باز نمی کنن چون که اون دنیا خیلی بده. اما ببین اگه الان بعضی ها پدر ندارن، بعضی ها مادر ندارن، آدم خیلی خب. مگه من میگم تو هم پدر نداری؟ من که یه لحظه بخاطر خدا بخاطر بابا که خدا مورد بطور به جون و قرد بابا یه لحظه باز کنی چی کار میشه؟ این که نداره؟ دلم نمیخواد باز کنم، نمیخوام به بابام خیانت کنم. مگه من میگم به بابات خیانت میکنی؟ اما که صورتم رو باز کردم به بابام خیانت کردم. کی باز کردی؟ خب اگه باز کنم. خب ببین بابا که من صورتم رو باز نکنم، بذار من توبه هم نمی کنم، صورتم رو باز نمی کنم. اما که توبه کردم، کار بدی کردم، توبه می کنم. الان کار بدی هم نمی کنم، صورتم رو باز نمی کنم، توبه هم نمی کنم. پیش نامحرم ها
از بخندی یا صورت تو باز کنی، اصلا اشکال نکن. نامحرمام نگاه اگه به تو نگاه کردن تو بهشون نگاه نکن. شونه کنیم این توی خونه دیگه یا تو عمام شونه کنیم سن تو که بریم نه نه چرا؟ چون که گناهه ببینیم ببینیم به خاطر من دوست دارم ببینیم من میرم کوزه رو میارم روت به دیوار کنم صورت بشور نه روت به دیوار نه جزید کنم دختران کابل و قندهار و قندوز باز هم به مدرسه نرفتند. اگر آسمان کمی مهربان تر بود، اگر آسمان کمی با زمین مهربان تر بود و اگر به جای آتش باران می بارید. دفترتون رو باز کنیم. ببین عزیزم بهش با مشکی اگرم کسی هم نداشت مشکی تنها داشت اشکالی نداره اشکالی نداره دختران افغان اگر در سرزمین دیگری به دنیا آمده بودند، اگر آسمان کمی با زمین مهربان تر بود و به جای آتش اگر باران می بارید. آبادی خشرا با ویران